اومدیم توی پیس آیلند و اولین تجربه رانندگی با نسخه شاسی بلند دایون وای فایوه که قبلا مدل وانتش رو دیده بودیم که شرکت مکس موتور میاره، ولی این نسخه در واقع SUVشه که یه شرکت دیگه به اسم ایلیا موتور قراره بیاره. یعنی یه ماشین واحده که توی دو تا تیپ وانت و SUV با دو تا شرکت قراره توی ایران عرضه بشه. جالب اینجاست که این ماشین رو یه مدت قرار بود زامیاد هم بیاره، یعنی شما حساب کنید که یه ماشین میشد سه تا شرکت، ولی مثل اینکه فعلا از دستور کار زامیاد خارج شد. نکته ای که نسبت به بقیه ماشینای چینی شاسی بلند داره اینه که این ماشین دو دیفرانسیل با شاسی مستقل، یه جورایی میشه گفتش که SUV جدی‌تری هست نسبت به بقیه ماشینای چینی که عمدتاً تک دیفرانسیل. قیمتش همین الان بهتون بگم که متاسفانه اصلا ارزون نیست، 890 میلیون بدون مالیات اعلام شده، احتمالاً با مالیات و داستانهای جانبی حدود 971 شاید هم بیشتر بشه، چون هزینه شماره گذاری و اینجور چیزا هم هست. و عملکرد فنیش شتاب خیلی خوبی داره. این ماشینی که ما اینجا داریم 2 لیتر توربو با گیرباکس اتوماتیک و شتاب حدود 11.5 ما تونستیم باهاش ثبت کنیم که عدد خیلی خوبی با توجه به اینکه ماشین سنگینیه. و از نظر شاسی و توانایی آفرود هم به نظر میرسه که قابل قبول باشه و حالا شاید هندلینگ خیلی ویژه هم نداشته باشه. مثلا شما توی اینجور پیچ ها کاملا میبینین که ماشین بادی رول داره، یعنی حرکت میکنه، ولی قابل پیشبینیه. حالا نسخه نهایی قرار ESP هم داشته باشه، این مدل نداره و تمام توی تست ترمز یه تجربه ناپایداری نسبتا قابل توجهی داشتیم، ولی احتمالا با ESP این مسئله حل میشه. هفتاد متر خط ترمز رقم خیلی عجیب و غریبیه، حتی در مقایسه با بقیه ماشین هایی که ما تو ایران داریم و اکثرا میتونن بعد از حدود 50 متر از سرعت 100 کیلومتر در ساعت کاملا متوقف بشن. 70 متر عدد وحشتناک ضعیفیه. جالبه بدونید که استاندارد جهانی برای خط ترمز ماشین های شاسی بلند حدود 43 متر بیشتر نیست و توی ایران هم داریم ماشین های چینی رو که ترمزهای خوبی دارن و با 40 متر خط ترمز به توقف کامل میرسن. بنابراین از مسئولین شرکت ایلیا موتور خواستیم تا اجازه بدن این آزمایش رو یک بار دیگه تکرار کنیم و خوشبختانه توی آزمایش بعدی که ترمزهای ماشین خنک بودن نتیجه بهتری به دست آوردن. این شرایط فقط خاکه میگیم رو حالت چهارچرخ چهارش در واقع دیفرانسیل جلو هم میاد داخل مدار. حالت فورل توی شرایط آفرودی که شیبه شما انتظاره دور موتور بالا بمونه و دنده نده دست خود شما باشه، فشار رو از گیزیکس برداریم میاریم روی فورل.
این مثلا این منطقه رو دیگه آفرودی هاشو همه رو با فورل میرم روی این هم باید باشین روی خلاص گیرو سوالات خلاص اگه اونجوری باشه فشار میاد اصلا نمیره این چشمکی که اینجا الان داره میزنه از چارش به چارل تبدیل شد و فیکس شد درست. شما رو اصلا دی و آر و پی و اینا اصلا نمیتونین این کار رو بکنین ولی فورلش رو میره نه فورلش هم رو این باشه بله بله نه باید ESP داشت؟ باید آف بکنید شما برای آفرود باید ESP آف بشه و ABS باید آف بشه که معمولا ABS چون دکمه نداره ما تو همه ماشین‌های آفرود فیوزشون میکشیم ABS اگه باشه مشکلی که ایجاد میکنه چیه؟ اینه که من سر اینجا مثلا میخوام یه ترمز تا 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 نمیگیره میفرسته بیرون هست آها عمل نمی کنه چون ESP چیه با توی آفرود؟ جان ای اس پی که نمیذاره شما احتیاج داری وقتی گاز میدی لاستی دور بزنه این شیوه چند درصد چند درجه است تقریبا 30 خیلی سرگاز و بله اصلا به اون حالتی که برسه به کاتاف و اینا نمیرسه انگار یعنی خب به فشار نمیاد ما سعی میکنیم که همیشه فشار درست به ماشین بیاریم الان این پیست اینجا رو نسبت به مثلا به کبیرهایی که ملت میرن برای انجا بایدن ما این ماشین تست کبیر هم بردیم خب و تو کبیر که خیلی عالیه چون کبیری ماشین بردور میخواد و این کاملا قابلیت بردور بودن رو داره آها ولی از نظر شیب اونا فکر کنم شیبش بیشتر فشار میاره نه بله کلا رملا بردیم آها آها رم شما بایدتون میپیرو ده درست نوع رانندگی فرمداری فرمپذیر رو نمیتونه داشتش لاستیک میزنه بیرون آه. تکنیک رانندگی خودشو داره بود مجموع میشه گفتش که در نبود ماشین‌های شاسی بلند جدی متاسفانه باید حضور ماشین‌های چینی و حتی تو کویر و دشت‌های ایران هم پذیرفت و دیگه الان از شهر شروع شد بعد رسید به مسافرت خانوادگی و در واقع ماشین‌های چند نفره الان هم داره میرسه به کویر و آفرود حالا ببینیم قدم بعدیشون چیه ظاهرا کل بازار ایران داره آغشته به تمامی ماشین‌های چینی موجود توی صنعت خودروسازی این کشور میشه.